به نام خدا، مجیدرضا آخوندان هستم، دانشجو کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس گرایش ژئوتکنیک. در خدمتتون هستیم با فرادرس به اسم مهندسی زلزله و تشریح کامل این پدیده طبیعی و همچنین حساب کتاب ها و محاسباتی که این درس میتونه داشته باشه. این درس از چندین بخش تشکیل شده. در ابتدا یه توضیحات کلی در مورد این درس بدیم. از چندین فصل تشکیل شده. در ابتدا و فصول اولیه‌ها میپردازیم به کلیت شناسوندن مهندسی زلزله و اینکه این پدیده چرا به وجود میاد، از کجا وجود میاد و در واقع کلیت این هستش که ما بگیم این پدیده یک انرژی آزاد شده زمینه. حالا این انرژی چه اندازه هستش، از کجا آزاد میشه، در چه راستایی منتشر میشه و چه پیامدهایی رو داره، به ترتیبی که خدمتتون گفتم ترتیب فصولی هستش که ما میخوایم خدمتتون بگیم و به شکل مهندسی نه به شکل زمین شناسی صرفا به این پدیده نگاه بکن و راهکارهایی که بتونیم با این پدیده مقابله بکنیم، چون هر پدیده طبیعی بالاخره یه سری راهکارهایی میطلبه با توجه به علم انسان که مقابله بتونیم باهاش بکنیم و پیامدهای ناشی از اونو کم بکنیم. درس مهندسی زلزله اهمیت بسیار زیادی داره، جز دروس اصلی کارشناسی هستش در بسیاری از رشته ها و همچنین دروس اصلی گرایش های مختلف در کارشناسی ارشد مهندسی عمران و گرایش مستقل به خود در واقع در دانشگاه داره به اسم گرایش مهندسی زلزله و همچنین گرایش ژئوتکنیک نیز مقدار زیادی از زلزله و در واقع لرزش شناسی تاثیر گرفت. درس مهندسی زلزله از اون جهت مهمه که کشور ما ایران روی گسل‌هایی هستش که بعضن فعاله و صفحات پوسته زمین به صورت یک پارچه در کشور ما نیستن و جاهایی هستش که این صفحات دارن کنار هم می‌لرزن. برای همین به ناچار مثل کشوری لرزه‌خیزی مثل ژاپن ما هم باید برای اینکه خودمون ایمن بکنیم این پدیده رو بشناسیم، حداقل بدونیم که کی در واقع و چگونه و کجا میتونه این پدیده اتفاق بیفته و چه میزان حدودا میتونه باشه. کلیتش اینه که زلزله چون یه مقدار ناشناخته هستش و چیزی نیستش که بتونیم مثل یه علم صرفا محاسباتی باش برخورد بکنیم و بگیم مثلا انرژی آزاد شده زمین فلان قدر هستش یا فلان قدر ریشتر ما انتظار داریم که اینجا زلزله بیاد و فلان تاریخ، چون مسائلی که به زمین ارتباط داره یه مقدار ناشناختگی های خودش رو داره. برای همین ما باید فقط کلیت زلزله رو بشناسیم و اینکه با مقادیر مختلف و با انرژی های مختلف باید چگونه برخورد بکنیم و خودمون رو ایمن بکنیم. کلیت در مهندسی زلزله به این منوال هستش. برای شروع میپردازیم به فصل اول به اسم لرزه شناسی مهندسی. در ابتدا میخوایم لرزه رو بشناسیم، اینکه از کجا آزاد میشه و چجوری منتشر میشه و به کجا منتشر میشه. این فصل اول ما هستش و در واقع مفهوم پایه مهندسی زلزله است. خب برسیم به مطالب که ارتباط داره به مطالب محاسباتی، مطالب آیین‌نامه‌ای. الان فعلا ما میخوایم گسل ها رو بشناسیم، گسل های فعال و غیر فعال رو بشناسیم، یه مقدار در مورد زمین شناسی صحبت بکنیم، در مورد تمام پدیده های داخل زمین صحبت بکنیم و آرام آرام برسیم به سطح زمین و محاسباتی که مهندسی زلزله داره. برای شناخت زلزله باید سیستم داخلی کره زمین رو بشناسیم، یعنی اینکه چون میدونی که همونطور که گفتم زلزله از داخل زمین ایجاد میشه، روی سطح نیستش، چون در واقع صفحات پوسته زمین در داخل زمین هستن. این قسمتی که ما قرار داریم و در واقع ساختمونا رو میسازیم و پا روی اون داریم قسمت آبرفتی هست که طی میلیون ها سال روی هم انباشته شدن و ما الان هستیم و در واقع سطح واقعی زمین خیلی پایین تر از جایی هستش که ما در واقع به ساخت و ساز میپردازیم. کره زمین به سه قسمت هسته، قبه و پوسته تقسیم میشه. چیزای در واقع مطالب زمین شناسی هستش که ما به مهندسی به شکل بیسیک خوندیم. هسته نیز شامل هسته داخلی و هسته خارجی که هسته داخلی جامد، هسته خارجی حالت مایع تر میتونه داشته باشه. پروفیل زمین رو ما داریم میبینیم، یک قطعی از کره زمین میخوایم بزنیم. شما میتونید که قسمت رویی، قسمت پوسته، قسمت در واقع قسمت جبه و هسته رو مشاهده بکنید و قطعی دیگه ای که اینجا زده میشه. خود پوسته رو اگه ما بخوایم قطع بزنیم به این صورت ما میتونیم تقسیمش بکنیم. اینجا آورده شده که اسامی مختلفی داره، لیتوسفر داره و منتل کل این قسمت رو میگن. این قسمت به صورت کور
یا هسته زمین هستش، قسمت جبه و قسمت پوسته که پوسته هم از خودش از چند قسمت تقسیم شده. کوه‌ها و اقیانوس ها میدونید که تو قسمت بالایی پوسته قرار دارن و قسمت در لیتوسفر، و کلیت اینو بهش میگن کراست، دو تا لایه بالایی پوسته زمین. کراست پوسته دست هم در واقع گفته میشه، پس به شکل همون پوسته میتونیم عنوانش بکنیم. خب پس کلیت به این صورته و خیلی لایه های دیگه هم وجود داره، اما ما بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم که خیلی اوورال باشه و خیلی جامع باشه، میتونیم بگیم که از این 3 بخش، یا بهتر بگیم از این 4 بخش، یا بهتر از اون بتونیم از این 5 بخش تشکیل شده که به تفکیک اینجا آوردیم. چیزی که هستش، ما جلوتر میخوایم بگیم که زلزله به قسمت هایی ارتباط داره، به قسمت های ارتباط نداره. حالا این قسمت ها رو ما شناختیم و در گام بعدی ارتباط هاشو باید بگیم. پوسته هم که گفتیم دارای 2 قسمت، لایه صلب خارجیه که معمولا کوه ها رو اون قرار دارن که لیتوسفر هستش، و یه لایه داغتری هستش که و ضعیفتره به اسم استنوسفر که پایینتر از سطح اول پوسته زمین قرار داره. لایه چرا میگیم داغتر؟ چون اعماق پایینتری هست، شاید 10 کیلومتر 15 کیلومتر باشه. داغ به معنی اینکه شاید 300 یا 400 درجه حدودا حرارت داشته باشه. چاهای زمین گرمایی که داخل پوسته زمین میزنن باید برسه به لایه دوم و بیشتر به لایه دوم میرسه و در اون نفوذ میکنه، و میتونیم با توجه به فرستادن آب، یه بخار آب از زمین بگیریم و با گردوندن توربین بتونیم برق تولید بکنیم و انرژی تولید بکنیم از انرژی گرمایی داخل زمین. برای همین بهش میگیم لایه داغتر و ضعیفتر. ضعیفتر به خاطر اینکه داغتر شده و به خاطر اینکه سنگ هایی که تو اون قسمت هستن به علت اینکه داغن، سنگ هایی هستن که خواص مکانیکیشون کمتره، به خاطر در واقع میکروکرک که داخلشون با توجه به حرارت ایجاد میشه. لیتوسفر مرز صفحات تکتونیکی ناپیوسته هستش. قاره ها و اقیانوس ها روی لیتوسفر قرار دارن که سطح بالایی که ما داریم اینجا میبینیم. صفحات قاره ای که میخوایم بگیم صفحاتی هستن که روی همین لایه بالایی پوسته قرار داره. نظریه تکتونیک صفحه ای پلیت تکتونیک. بر اساس این نظریه لیتوسفر یا همون قسمت بالای پوسته متشکل از تعدادی صفحات صلبه. سطح زمین از 6 تا صفحه بزرگ لیتوسفری تشکیل شده و تعدادی صفحات کوچیک که بین این صفحات اصلی بزرگم، بزرگ و کوچیک به لحاظ وسعت و مساحتشون تقسیم بندی شدن. این صفحات نسبت به یکدیگر حرکت می کنند و فعالیت های زمین شناسی مانند زلزله و آتش فشان ها در طول مرز مشترک این صفحات متمرکز هستند. پس جاهایی که زلزله خیزن مثل فیلیپین، مثل ژاپن، جاهایی هستند که صفحات قاره ای یا صفحات اقیانوسی کنار هم قرار گرفتن و مرز بین این صفحات دقیقا جایی شده که این اقلیم اونجا قرار داره، و به علت اینکه فعالیت ها و حرکت این صفحات در کنار هم خیلی حرکت یک نواخت و حالا بعضی وقتا این مقدار با آزاد کردن انرژی خیلی زیادی هستش، برای همین اونجا خسارت های بیشتری هم میبینن. پس کلا فعالیت روی مرز این دو صفحه، صفحات بزرگ لیتوسفری، خیلی شدید و خیلی عظیم هستش. فعالیت مثل زلزله و آتش فشان که کاری با فعالیت آتش فشانی نداریم، در زمین شناسی بیشتر بررسی میدیم. کلیت صحبت ما در مورد فعالیت زلزله هستش. با مقایسه نقشه صفحات لیتوسفری زمین و نقشه زمین لرزه های به وقوع پیوسته مشاهده میشه که تقریبا همه زلزله ها در مرز بین صفحات اتفاق میفته. مرز بین صفحات تو کشور ما هم وجود داره، صفحات بزرگ، صفحات کوچیک. برای همینه که میگیم کشور ما هم از کشورهای زلزله خیز هستش. از این طریق دانشمندان پی به ارتباط بین زلزله ها و فصل مشترک صفحات تکتونیکی بردن. خب الان شما میتونید صفحات اصلی تکتونیکی رو اینجا ببینید. اینجا در واقع مرز صفحات بزرگ که خدا رو شکر این مرز صفحات بزرگ بیشتر در اقیانوس ها هستن، اگه ببینید این مرز ها، و صفحات کوچکتری که مرز ها قرار دارن، و این قسمت هایی که تمرکز بیشتره از خطرات بیشتر زلزله ای برخورد دارن. برای همین موضوع ما بهتره که اول صفحات پوسته زمین رو بشناسیم، بعد وسعت اون رو و بعد فاصله بین اونا رو بشناسیم تا بدونیم که حدود زلزله و قدرت زلزله‌ای که میتونه توی منطقه اتفاق بیفته چقدر میتونه باشه. خب با صفحات رو داریم میبینی، صفحه شمال آمریکا، صفحه اروپا، صفحه لیتوسفری آفریقایی، جنوب آمریکا، به این صورت تقسیم بندی میشه این صفحات، و مرز صفحات هم که مرزهایی که به شکل خطرناک تری هم هستن اینجا نشون داده که بعضیاش داخل اقیانوسا اتفاق افتادن. پدیده سونامی هم به علت اینکه صفحاتی در مرز مشترکشون فعالیت میکنن و داخل اقیانوس هستن، به علت که داخل اقیانوس و فعالیتی بخوان داشته باشن به شکل سونامی خودشونو نشون میده. صفحات لیتوسفری نسبت به یکدیگر حرکت میکنن. مثلا صفحه آمریکا
شمالی و اقیانوس آرام، آمریکای شمالی و اقیانوس آرام، هر سال بین 4 تا 6 سانتی متر نسبت به دیگر حرکت میکنن. اگه از هم دور بشن که زلزله اتفاق نمیفته. از زلزله اگه اتفاق بیفته به علت حرکتشون زلزله خفیفیه. ولی اگه به هم نزدیک بشن و این فشار که به هم میارن باعث میشه که فعالیت های آتش فشانی و فعالیت های زلزله های خیلی شدید و اگه داخل اقیانوس باشن حالت سونامی اتفاق بیفت. در از مرز مشترک این صفحات سه نوع رفتار وجود داره. این مرزها همون چهار گسل ها هستن که بعدا درباره آنها توضیح خواهیم داد. یک سری از گسل ها وجود دارن که در مرز صفحات لیتوسفری قرار ندارن و تعداد آنها کمتر، یعنی بیشتر گسل ها که ما میگیم مرز صفحات بزرگ با بزرگ، بزرگ با کوچیک یا صفحات کوچیک با هم هستن. این مرزها هستن که شکافی به اسم گسل رو ایجاد میکنه. پس گسل هم متوجه شدیم که از چی قراره به وجود بیاد و به چه علتی هستش و چه جوری ازش که گسل فعال گسل فعال نیستش. به علت همین حرکت صفحات نسبت به هم فعالیت ها مشخص میشه. خب مرزهای واگرا یا دیورجن، در این مرزها صفحات از یکدیگر دور میشن. خب مشخصه از واگرا بودن که همراه با ایجاد لیتوسفر جدید میباشد. صفحات که از هم دور میشن گپ بین و فاصله بینشون رو میتونه از مصالح زمین پر بشه و صفحه جدید در طی سالها اتفاق بیفته. این نواحی گردمای شکل بوده و اکثرا در وسط اقیانوس ها ایجاد میشوند. مثلا گردمایی وسط اقیانوس اطلس که واقعا این شرایط ما میتونیم داشته باشیم. خب الان اگه شما دقت بکنید با توجه توضیحاتی که ما تو این مدت تو فصل اول این فرادرسمون دادیم، دقت بکنید که این دو تا صفحه صفحات اولیه پوسته زمینن، به صفحه‌ای که روی پوست زمینن، اقیانوس ها و کوه ها گفتیم روی صفحات اولیه قرار دارن. اینا مرز صفحات یا گسل ها هستن، صفحات بزرگ. وقتی صفحات به هم نزدیک میشن در این قسمت یا مرزهای واگرا ما این شکل مد نظرمونه، صفحات دارن از هم دور میشن که بیشتر توی اقیانوس ها هستن به علت فشاری که روشون هستش. حالا بیشتر تجربه نشون داده شده که تو اقیانوس ها بیشترن. فعالیت های آتش فشانی ما میتونیم وسط دریا هم داشته باشیم و حتی زیر سطح داشته باشیم که میتونن به علت اینکه با آب خنک میشن این ماگماها، یه سنگهایی به شکل سنگهای در واقع بلورین کف دریا حادث بکنن که بیشتر به زمین شناسی ارتباط داره. خب مدل رفتاری دیگه این صفحات پوسته زمین مرزهای همگرا یا کانورجنت هستن. مرزهای همگرا این شکل اولی هستش که شما دارید میبینید و همرس که باعث میشه که یک فشاری در مرز مشترک این صفحات اتفاق بیفته. در این مرزها صفحات با یکدیگر برخورد کرده و پوسته زمین فشار میاره. خب همونطور که گفتیم و کوههای جدید اتفاق میفته. این در واقع دو صفحه‌ای که به هم فشار میارن با توجه فشاری که به هم میارن یه مقدار بالا آمدگی دارن که باعث ایجاد کوه میشن و یا اینکه در اثر فشار یک صفحه ممکن است یک صفحه بره زیر صفحه بعد، که اینجا اگه شما دقت بکنید تو این شکل ببینید که این صفحه رفته زیر صفحه سمت راستی و صفحه سمت راستی بالاتر قرار گرفته و مواد لیتوسفری را با خود به داخل گوشته زمین ببرن. در این نقاط خندق‌های عمیق ایجاد می‌شود که با توجه به اینکه این گودالی که ایجاد می‌کنن و این گپی که داره ایجاد میشه خیلی عظیمه، از خندق‌های عمیق نام می‌برند. مثلا سلسله جبال زاگرس ناشی از تقارب حد مشترک صفحات ایران و صفحه عربستان سعودی هستش. از صفحه پوسته زمینی ایران و صفحه عربستان وقتی که به هم رسیدن و فشاری که دارن به هم میارن باعث شده که رشته کوههای زاگرس اتفاق بیفته. با توجه به مورد اولی که گفتم از پیامد فشار دوتا صفحه هستش که گفتیم بالا میان شکل کوه ایجاد میشن که یه نمونهش ما تو کشور خودمون داریم. یا اینکه حرکت سوم صفحات نسبت به همینه که اسلایدینگ باشه یا مرزهای لغزشی داشته باشن یا در کنار همدیگه این دوتا صفحه که به هم میرسن بلغزن. همونطور که شکل سوم رو داریم میبینید دوتا صفحه میتونن کنار هم بلغزن. این صفحه ها نسبت به یکدیگر در یک صفحه افقی، ببینید نه بالاتر نه پایین تر قرار میگیره، میلغزن. در این نوع مرزها نه پوسته جدیدی ایجاد میشه و نه پوسته های منهدم میشه. پس تو حالت قبلی ما گفتیم که پوسته جدید اگه از هم فاصله بگیرن اتفاق میفته ایجاد میشه و تو حالت همگرا ما گفتیم که یا خندق عمیق ایجاد میشه یا کوه
ایجاد میشه. تو این حالت گفت چیزی ایجاد نمیشه، فقط صرفا نسبت به همدیگه میلغزن و این لغزششون باز باعث ایجاد زلزله خیلی شدیدی میتونه بشه. خب در مورد یه نظریه میخوایم صحبت بکنیم، در مورد برگشت صفحات سزن، نظریه برگشت الاستیک برای وقوع زلزله ها، یا الاستیک ریباند تیوری. صفحات لیتوسفری که الان صحبتشو میکردیم در مرز خود یا همون گسل هایی که اتفاق میفته به آرامی حرکت میکنه. این حرکت موجب ایجاد کرنش و تنش در صفحات و سنگ هایی که اون اطراف گسل هست میشه، که حالا با توجه به اینکه ما میتونیم هم تنش داشته باشیم هم در واقع کرنش، با توجه به نیرو تنشی که وارد میشه ما کرنشی هم، کرنش مثبت یا منفی، به صورت برشی، به صورت محوری میتونیم داشته باشیم. خب سنگ ها و صخره ها در این مرز ها تغییر شکل الاستیک میدن یا وسیله نیروی سکاک یا نیروی برشی شکل اولیه خود را حفظ میکنن. این دو تا حالت بین برای سنگ ها و صخره ها اتفاق میفته تا اینکه تغییر شکل تنش ایجاد شده به حدی برسد که بر مقاومت سنگ ها و صخره ها در دو طرف گسل غلبه کنن، یعنی بیشتر از اون مقاومتی باشه که سنگ و صخره، چون اینه که مقاومت خیلی بالایی سنگ ها دارن، ولی میتونه نیروی زلزله و حرکت این صفحات بیشتر از این مقاومت باشه. در این هنگام صخره ها با خراش نسبت به یکدیگر میلغزن و به صورت ناگهانی جابجا میشن. یه مثالی براتون بزنم، شما یه پتکو در نظر بگیرید، بردارین بزنین روی یه دونه سنگ، روی تکه سنگ. در گام اول نگاه میکنین که هیچ اتفاقی نیفته، با توجه به اینکه این پتکو رو هر چیزی زده بودین شما الی آسیب میدید. یک بار دیگه بزنین، دفعه سوم بزنین، میبینین که این سنگ به یک باره میشکنه، یعنی اون ضربات پتک اول و دوم و یا حتی سوم که شما زدین ریزترک هایی داخل این سنگ ایجاد کرده که از حد مقاومتش درست کمتر بوده، اما مقاومتش رو برای بارگذاری های بعدی کمتر کرده. برای همین با ضربه سوم شما میبینین که شاید ضربتون از ضربه های قبلی هم کمتر باشه، اما به یک باره این سنگ شکسته و از اون قسمتی که شما ضربه زدین کلن قاچ برداشت. خب این اتفاق برای سنگ ها و صخره ها در قسمت گسل هم میفته که به یک باره، این که صحبت میکنیم به صورت ناگهانی جابجا میشن به همین صورت هستش. خب شما در نظر بگیرین اوریجینال پوزیشن، یعنی در حالت اولیه شما یه حصار در نظر بگیرید، حصار یه مزرعه در نظر بگیرید، این پوسته زمین، این یه گسلی هستش که حالا روی زمین شاید ما نتونیم ببینیمش، اما در اعماق زمین این گسل وجود داره. خب یه مقدار دیفورمیشن میده، این دیفورمیشن از حد دیفورمیشنش در این زمینه کمتره، زلزله اتفاق میفته، حرکت و لغزش صفحات اتفاق میفته، این دو تا صفحه بیشتر میلغزن و باعث میشن که این سنگ های این نواحی اینجا هست از اون حد مقاومت بگذره حرکتشون و گسیختگی اتفاق بیفته، شکست و آزاد شدن انرژی هستش. و اینکه نظریه برگشت پذیر الاستیک هم میتونید بگیم که میتونه به شیر خودش برگرد، که حالا ما میگیم این مدل رو با توجه به این نظریه به صورت این مدل چیکار میکنیم؟ اعمالش میکنیم، در صورتی که به شکل خیلی مکعبی اینا کنار هم تکون نمیخورن و در واقع واقعیتش به این صورت هستش، اما ما با توجه به این نظریه برای راحتی محاسبات به این صورت بیشتر در نظرش میگیریم و میگیم که انگار این صفحات مکعب مستطیل کنار هم به صورت ساده و به صورتی که بودن فقط چیکار کردن؟ لغزش پیدا کردن و ما از خمشش و نیروهای دیگرش صرف نظر میکنه، به خاطر اینکه لغزش عامل اصلی ایجاد زلزله هستش، اما بیشتر با لغزش میخوایم کار بکنیم. در ادامه این نظریه‌مون، لغزش مزبور موجب رها شدن انرژی الاستیک ذخیره شده در سنگ ها میشود که صحبت شد و به شکل امواج منتشر میشود. حالا این موج ما میخوایم باز بکنیم که در اثر این امواج زمین دچار حرکت های شدیدی در همه جهات شده که زلزله نام دارد. کلیت زلزله حرکت زمین که الان حرکتش رو باز کردیم، لغزش صفحات هستش که کامل توضیح دادیم صفحات چی بودن، چجوری میلغزیدن کنار هم و روی سطح زمین چجوری میتونه این حرکت زمین خودشو نشون بده. حال کسی که بومی اینجا بوده میدونه که این حصار باید در امتداد همدیگه باشن و این حرکت و این جابجایی چند متری به علت همون لغزش هستش که دقیقاً گسل از این ناحیه عبور کرده بود و حرکت و لغزش صفحات هستش.
بعضا حرکت ها تا همین حد خیلی کم نیستش، حتی جاده ها رو داره جابجا میکنه، حتی روستاها رو جابجا میکنه و خیلی شدیدتر هستش. باید با این پدیده برخورد در واقع داشته باشیم و حتما خودمون رو براش آماده بکنیم. و یکی از آمادگی هایی برای این زمینه تسلیه زمین هستش تو اون منطقه و تسلیه شیب ها. بعد از لغزش ما پدیده به اسم انتشار امواج رو داریم که کلیت زلزله، چون لغزش دوستان توی سطح زمین که نیستش، خیلی پایین تر اتفاق میفته، توی سطح زمین خودش رو به شکل زلزله نشون میده. خب زلزله چیه؟ زلزله همون موج هایی هستش که با توجه به لغزش به سطح زمین میرسن، که این امواج هن که به سازه های ما دارن در واقع حرکت رفت و برگشتی ایجاد میکنن. این امواج هستن که برای ما خطر آفرینن، که این امواج با توجه به اینکه حرکت های شدید ایجاد میکنن، سیزمیک یا ارثکویک بهش میگیم، یا سیزمیک منر میتونیم بهش بگیم. امواج لرزه ها در همه جهات ساطع شده و انرژی آزاد شده خود را با خود جابجا میکنه. بعد از این جمله اول رو خوندیم، یه چند تا تصویر اینجا هستش که حرکت گسل ها رو داره نشون میده. شما اینجا میبینید که یک پوسته زمین این ناحیه و یک پوسته زمین و این ناحیه شما در نظر بگیرید، با توجه به حرکتشون در امتداد همدیگه و لغزششون، لغزش روی سطح زمین به صورت ترک خوردن زمین نشون دادن، و همینطور ریل راهن رو شما میتونید در نظر بگیرید که با توجه به حرکت های متوالی پوسته های زمین، این ریل دچار اعوجاج شده و چیزی به غیر از حرکت گسل ها نمیتونه علت این مواردی باشه که ما اینجا آوردیم. حرکت گسل ها گفتیم که سری امواج آزاد میکنه، امواج انرژی دارن، میرسن به سطح زمین و در واقع با این انرژی امواج ما باید مقابله بکنیم، که پیامد ناشی از حرکت گسل. این امواج در مسیر خود اجسام و ساختمان های صحرای خود را حرکت داده و به آنها آسیب میرسانند. حرکت این امواج مانند حرکت امواجی است که به خاطر پرتاب یک سنگ در آب ایجاد می شود، که حرکت ها به صورت حرکت افقی. شما یه سنگ رو داخل آب میندازین، میبینین که به صورت حلقه هایی و به شکل افقی دارن منتشر میشن، و حلقه هایی که هرچی فاصله میگیرن با سر دارن میشن. بنابراین حرکت گسل ها نتیجه جمع شدن تدریجی انرژی کرنش الاستیک ناشی از برش و رها شدن ناگهانی تنش مربوطه در توده سنگ، که به آن برگشت الاستیک میگن، که تئوری برگشت الاستیک رو میتونیم به این صورت بیان کنیم. حرکت گسل ها مسلما از یک نقطه شروع میشود، ولی آزاد شدن انرژی در طول کیلومترها از گسل یا طول اون پارگی میتونه رخ بده. کلن در ناحیه گسل و در ناحیه گسل روی سطح زمین ما بیشترین آزاد شدگی و انرژی رو داریم، چون در ناحیه گسل که انرژی آزاد میشه، از اونجا هستش که سورس انرژی ما میتونیم نام ببریم ازش. ولی خب چیزی که هستش دوستان، ببینید گسل 1 متر و 2 متر نیست، یعنی چیزی نیستش که ما فقط صرفا تو این قسمت ببینیم یا فقط تو این خط ها ببینیم که ریل راهن اوجاش پیدا کردن. شاید کیلومترها روی این خط حدودن این زمین تغییر شکل داده باشه و لغزیده باشه، و چون روی خاک ما این قسمت شما خیلی نمیتونیم ببینیم، ولی این قسمت خودشو نشون داده. پس اگه گسل کیلومترها تغییر شکل بده، این آزاد شدگی انرژی بیشتره، و ما نباید فقط در طول 1 متر یا 2 متر از گسل انرژی رو ببینیم و بخوایم انرژی رو برآورد بکنیم، و باید کل گسل رو مد نظر قرار بدیم. در صورتی که مقاومت صخره ها و اتصال آنها در محل گسل نسبتا کم باشد، انرژی الاستیک کمی در اثر تغییر شکل در طول گسل جمع میشه، و تغییر شکل و انرژی آزاد شده نیز به تبع کمتره و زلزله کوچکتره. پس مقاومت سنگ ها کمتر باشه در یک ناحیه‌ای به لحاظ زلزله‌ای بهتر هستش، چون باعث میشه که تغییر شکل‌های پلاستیک بیشتری بده و جذب انرژی بالاتری به تب داشته باشه. اما اگه مقاومت سنگ ها و اتصال آنها در محل گسل خیلی زیاد باشن، در این صورت فشار ممکن است برای ده‌ها و یا صدها سال جمع بشن و سرانجام لغزش مهیبی در محل سنگ اتفاق بیفته، که شما نمونه هاش رو اینجا مشاهده میکنید که به چه صورتی کلا رخنمون سنگ عوض شده و مشخصا این لغزش خیلی زیادی پدید اومده. یا در این قسمت شما میتونید ببینید که در طی کیلومترها این لغزش اتفاق افتاده، به علت اینکه در این نواحی که الان داریم نشون میدیم توی تصاویر، سنگ‌های سختی بودن و قسمت الاستیک بیشتری داشتن و انرژی الاستیک بیشتری درونشون جمع شده. از جاهایی که زلزله خیزه و زلزله کمتری اتفاق میفته، به علت اینکه سنگ‌های قوی تری هستن،
نه اینکه لغزش اتفاق نمیفته داخل زمین، چرا؟ ولی به علت اینکه این سلک اون لغزش رو جذب میکنن، خیلی همین که نمیذارن لغزش اتفاق بیفته و این پوست ها حرکت بکنن، همین که آسیب زیادی خودشونه نمیبینن. گسل یا لفظش فالت هستش. گسل در موردش توضیح دادیم به صورت جنبندی، اینجا میتونیم مطرحش بکنیم. گسل عبارت است از سطح ناپیوستهای که دو مجموعه سنگی از هم جدا میشن، یعنی جایی که دو تا پوسته و صفحات لیتوسفری از هم جدا میشن و مرز مشترک اونها هست، بهش میگیم گسل. گسل معرف صفحه ای است که در طول آن حرکات زمین رخ میده و منشأ حرکت زمین در یک زلزله ناشی از گسله که توضیح دادیم. همه گسل ها مربوط به صفحات تکتونیکی نیستن و در خارج از مرز صفحات تکتونیکی هم میتونیم گسل و یا شکافی داشته باشیم که طبیعی هستش، که میتونن صفحات تکتونیکی نباشن، ماگماهایی باشن که به صورت مذاب روی سطح خنک شدن و ماگمای دیگه ای از ناحیه دیگه ای اومده و تو اون مرز خنک شدنشون یه صفحه گسلی تشکیل دادن و به این صورت ما میتونیم گسل هم داشته باشیم. برخی از گسل ها در سطح زمین نمایان هستن که ما میتونیم ببینیمشون، ولی برخی دیگر با توجه به اینکه گفتیم گسل بیشتر داخل زمین هستش، داخل زمین دیده نمیشن و آثاری از خودشون روی سطح زمین ندارن و به صورت فقط با استفاده از عکس‌های هوایی که ما میتونیم گسلا رو در اعماق زمین شناسایی بکنیم. این گسلا میتونه اعم از گسلهای فعال و یا گسلهای غیر فعال باشن. پس کلا طبقه بندی گسلها به این صورت میتونه بیان بشه. حالا در مورد موضوع دیگه ای ما میخوایم صحبت بکنیم. در مورد صفحات صحبت کردیم، گسل صحبت کردیم. حالا اینکه کلا اون زمین لرزه که اتفاق میفته، ما گفتیم آزاد شدن انرژی. خب انرژی یه مقدار داره، یه نقطه آزاد شدگی داره دیگه، یعنی اینکه از کجا داره آزاد میشه و اینکه اون مختصات چجوری هستش و در چه جهتی منتشر میشه. کانون زلزله یا هایپوسنتر آف فوکس یا کانون لرزه تونیم ازش نام ببریم. در هر نقطه ای از گسل ممکن است زلزله رخ بده با توجه به لغزشش. به این نقطه در عمق گسل کانون میگه. ببینید دوستان، اینجا حساب کنید شما یه گسلی باشه، این فالت گسلی اینجا باشه و این گسل در داخل زمین به این صورت پراکنده باشه، این یه صفحه پوسته زمینی حساب بکنیم و اینم یه صفحه. در هر نقطه روی این گسل ما میتونیم آزاد شدگی و نقطه آزاد شدگی زلزله و لرزه و امواج رو داشته باشیم. حرکت گسل هم که شما دارین اینجا توی تصویر میبینید که به صورت لغزشی هستش، در این شکلی داریم نشون میدیم. پس هر نقطه روی این خط گسلش و داخل زمین ما میتونیم ازش به عنوان نقطه آزاد شدن انرژی و کانون زلزله که داخل زمین هست نام ببریم. امواج از این نقطه به اطراف ساطع میشن که شما میتونید امواج رو به این صورت مثل سنگی که همون مثالی که گفتیم سنگی که داخل آب میندازیم، میتونیم بگیم که امواج دارن منتشر میشه. چیزی که هستش این کانون زلزله برای ما خیلی مهمه، چون کانون زلزله داخل زمین مرکز زلزله زمین رو برای ما مشخص میکنه یا اپیسنتر. اپیسنتر همون کانون زلزله هستش، به صورت عمود به سطح و روی سطح پوسته زمین و رو سطحی که ما داریم زندگی میکنیم بهش میگن اپیسنتر یا مرکز زلزله. پس کانون زلزله و مرکز زلزله این تفاوت ها رو با هم دارن. مرکز زلزله نقطه است که در سطح زمین و درست در بالای کانون زلزله قرار داره، یعنی جایی که زلزله روی سطح میتونیم بگیم که از اینجا آزاد میشه، اما بیشتر زلزله ها و امواج سنج ها رو نسبت به این نقطه در نظر میگیریم. این تفاوت هایپوسنتر و اپیسنتر که جلوتر ما این تحمل بیشتری داشتیم روی این دوتا مفهوم، چون جلوتر خیلی ازشون استفاده میکنیم. خب یه چیز دیگه ای که ما داریم به اسم فوکال دپث یا عمق زلزله. عمق گسل ها مختلف بوده و کانون زلزله یا هایپوسنتر نقطه گسیختگی سنگ ها از هم دیگه که روی همون گسل قرار داشت، در هر عمقی از این صفحات گسل میتوانند باشه. فاصله نقطه گسیختگی صخره ها از سطح زمین را عمق زلزله میگن. حالا دقت بکنید تو همین اسلایدی که ما صحبتش رو داریم میکنیم، ما گفتیم این هایپوسنتر اپیسنتر، اینجا گفتیم یه دونه فاصله عمود ما داریم، این فاصله عمود رو بهش میگن چی؟ عمق زلزله. زلزله ها بر حسب عمق به دو نوع سطحی زلزله مثل زلزله بم،
زلزله بم عمقش عمق زیادی نبود و به سطح نزدیکتر بودن، به خاطر همین اثر و آثار و تخریبات خیلی زیادی و ارمغان آورد و خسارات خیلی زیادی زد، به علت اینکه آزاد شدگی انرژی نزدیک به سطح بود و این در خیلی از موارد حالا با توجه به اون خاک اون منطقه میتونه خیلی خطرناک باشه. و یا اینکه عمق زلزله انقدر زیاده که میتونیم دستبندیش کنیم توی زلزله های با عمق زیاد و عمیق، مثل زلزله سیستان و بلوچستان، عمق زلزله های سطحی کمتر از 10 کیلومتره. پس این عدد 10 کیلومتر حدوداً میتونیم برای دستبندی زلزله های کم عمق و یا عمیق ازش نام ببریم. زلزله های سطحی کمتر از 10 کیلومتر، ولی زلزله های عمیق از عمق 300 تا 600 کیلومتر منتشر میشن. یعنی شما در نظر بگیرید این محلی که روی گسل داره ازش انرژی آزاد میشه تا سطح زمین 300 تا 600 کیلومتر فاصله داشته باشه که زلزله عمیق دستبندی میشه. مثال چراغ قوه برای وقتی هستش که هر مقدار که دورتر باشه میبینید که انگار کمتر داره نورش میرسه به یک منطقه، و هر مقدار که نزدیکتر بیاریم و به سمت دیوار نزدیکش بکنی این منبع انرژی رو میبینید که اثر بیشتر اون دیوار ازش میگیره و نورانی تر میشه. و چرا قوه همون مثل آزاد شدن انرژی هستش در سطح زمین که هرچی به سطح نزدیکتر باشه خطرناکتر میتونن باشن. به علت همین زلزله بم خسارات خیلی زیادی رو ایجاد کرد و جوری بود که حتی از کشورهای مختلف مهندسین اومدن و بررسی کردن منطقه رو که خیلی با پدیده های و خسارت های زلزله داشتیم، از انواع روانگرایی ها داشتیم، از ساختمان هایی که حتی بعد از اون آیین‌نامه هایی تصویب شد و بندهایی با این نامه اضافه شد که از زلزله بم نشأت گرفته بودن. حوزه اثر زلزله های سطحی نسبتا کوچیکه، در حالی که زلزله های عمیق در فواصل دور هم محسوسه. خب با توجه به پخش امواج و همون مثال سنگه که در نظر بگیریم که هر مقدار که فاصله از این مرکز میگیریم و این مرکز عمیق‌تر باشه و فاصله بیشتری تا سطح داشته باشه، خب امواج سطح وسیع‌تری رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن و این طبیعی هستش. تفاوت عمده دو نوع زلزله از نظر مهندسی در این است که زلزله‌های مخرب همواره از نوع سطحی هستند، ولی زلزله‌های عمیق اثر تخریبی چندانی ندارند. زلزله‌های مخرب حداکثر در عمق 50 کیلومتری قرار دارند، یعنی اعماق ما از 50 کیلومتر بره پایین تر تقریبا میتونم بگم خسارت ها خیلی کمتر میشه، چون امواج که به صد میرسه امواج تعدیل شده و امواج ضعیفی هستن و خسارت های اونچنانی نمیتونن به سازه ها بزنن. پس عدد 10 کیلومتر و عدد 50 کیلومتر حدی هستش که ما تعریف میکنیم. طول گسل ها، برخی گسل ها همواره در حال حرکت هستند، در حالی که برخی دیگر فقط به هنگام زلزله حرکت میکنن. اونایی که در حال حرکت هستند در هنگام زلزله هم امواج زیادی ندارن، چون دائما در حال حرکت هستن و انرژی ها داره به مرور آزاد میشه، و گسل هایی که در هنگام زلزله حرکت میکنه این مقدار خطرناک تر هستن. سرعت گسل های فعال در حال حرکت متفاوته، ولی بیشترین سرعت حدود 3 تا 10 سانتی متر در سال. این نقطه رو شما در نظر بگیرید روی گسل بذارید، و اگه گسلی باشه که روی سطح مشخص و نمایان باشه نقطه رو شما در نظر بگیرید و بنچمارک در نظر بگیرید اون نقطه رو، میتونید بگین که نهایتا بین 3 تا 10 سانتی متر بیشترین سرعت گسل های فعال در حال حرکت. طول گسل ها بسیار متفاوت و ممکن است از چند متر تا صدها کیلومتر طول گسل باشه. گسل های طولانی تا 1000 کیلومتر طول دارن که میتونن حالا 1 کیلومتر تقریبا باشن، گسل طولانی حساب میشه 1 کیلومتر. بزرگی زلزله با طول گسلش، یعنی طولی از گسل که جابجا میشه، ارتباط مستقیم داره. خب این طبیعیه دیگه، هر مقدار لغزش در فاصله بیشتری از حد فاصله دو تا صخره و دو تا پوسته لیتوسفری که همون گسل ازش اتفاق بیفته انرژی بیشتری هم آزاد میشه، به علت اینکه سنگ‌های بیشتری انرژی الاستیک آزاد میکنن در اون ناحیه و میشکنن و ترک میخورن، به علت همینم انرژی که ایجاد میشه مطمئنا بیشتره. پس سرعت گسل به طول گسل به انرژی ایجاد شده میتونه ارتباط داشته باشه. الان دوستان داریم مفاهیمی از زلزله و اینکه دیدمون رو باز بکنیم زلزله چجوری به وجود میاد، فعلا داریم از اعماق زمین شروع میکنیم، میایم به سطح و میایم به طراحی سازه ها، میایم به فرمولاسیون، آیین نامه و خیلی موارد دیگه ای که این فرادست به شکل جامع و به شکل شامل بهش خواهیم پرداخت. فعلا مطالبی هستش که باید جا بیفته و بیسیک هستش،
بعد از این مطالب ما یاد گرفتیم علت زلزله رو، حالا میریم با زلزله چجوری باید مقابله بکنیم. حالا در مورد گسل ها، گسل فعال، گسلی که طی چندین هزار سال گذشته حرکت داشته و در آینده نیز حرکت میکنه. گسل فعال هم گسلی بود که ما گفتیم به مرور داره حرکت میکنه و در آینده نیز حرکت خواهند کرد رو گسل فعال مینامند. از آنجایی که زلزله معمولا در مناطقی رخ میده که گسل فعال وجود داره، به هنگام طرح پروژه های بزرگ نظیر سد و نیروگاه، فاصله مشخصات گسل فعال منطقه باید مشخص بشه و در برابر زلزله تر مورد نظر قرار بگیره. حالا اگه به موقعی ما ساختمون معمولی داریم طراحی میکنیم، با توجه به آیین نامه ما میتونیم سرعت مبنای تر یا زلزله تر اونجا از آیین نامه استخراج بکنیم و به صورت حدودی حدس بزنیم. اما وقتی که سازه های خیلی مهمی مثل سدها، مثل نیروگاه ها که سازه های استراتژی هستن و اصلا نباید در موقع زلزله ترکی بخورن و بشکنن، وقتی میخوایم اینا رو بررسی بکنیم، این سازه ها رو بنا بکنیم، برای بررسی این سازه ها ما باید زلزله و فاصله گسل و اینکه این گسل فعاله، گسل خفته هستش، اینا رو کاملا مشخص بکنیم و یک برآورد خوبی از زلزله منطقه به دست بیاریم. برای همین گسل فعال اونجا خیلی مهم میشه و گسل فعال هم به این صورت تعریف میشه. گسل ساکن ما میتونیم داشته باشیم. صخره های دو طرف گسل نسبت به یکدیگر ساکنن. دو تا صفحه لیتوسری خیلی نسبت به هم حرکتی نمیکنن و فقط موقع زلزله حرکت میکنن. گسل نرمال یا کششی داریم، نرمال اور سابداکشن فالت. در این نوع گسل صخره های دو طرف گسل تمایل به جدا شدن از یکدیگر دارن، فاصله میگیرن. گسل هایی که به شکل واگرا بودن فاصله میگرفتن از هم و در گسل ایجاد کشش میشه و این گسل ها وقتی کشش اتفاق میفته باعث گسیختگی میشه، در کشش مقدار ضعف دارن نسبت فشارشون، این قطع نسبت قطع دیگر به پایین حرکت میکنن. خب ما گفتیم که وقتی این گسل های به صورت آرا نرمال، خیلی دقت کنید، نرمال کششی، معکوس و فشاری، اینا رو باید با هم یاد بگیریم. که گفتیم بینش هم میتونه یه دونه گسل دیگه ایجاد بشه طی سالها وقتی از هم فاصله میگیرن، بین این دوتا گسل، بین این گسل و صفحات لیتوسفری، این طرف اون طرف گسل که نرمال یا کششی اسمش رو میذاریم. حالا گسل معکوس یا فشاری، ریورس اور کراس فال. گسل معکوس یا فشاری، صخره های دو طرف گسل تمایل به فشردن یکدیگر داشته و در گسل فشار ایجاد میکنن. موقعی که فشار برای ایجاد گسیختگی کافی باشد، یک قطعه نسبت قطعه دیگر در امتداد صفحه گسل به سمت بالا حرکت میکنن. اکثر گسل‌های فشاری در محل برخورد صفحات همگرا ایجاد میشن. خب مشخصه وقتی صفحات همگرا باشن، ما گفتیم دو تا حالت اتفاق میفته، یا به صورت کوههای آتش فشانی از دل زمین سر برمیارن، مثل کوه زاگرسی که گفتیم صفحه لیتوسفری ایران و صفحه عربستان سعودی هستش که به هم دارن فشار میارن، و یا میتونه در واقع به صورت دو تا گسل فشاری باشن که یکی از این گسل‌ها زیر اون یکی گسل میتونه بره و یه خندق عمیق رو میتونن ایجاد بکنن. همشون توی کانورجنت بودن دیگه، درسته، توی گسل های از نوع معکوس یا فشاری هم و صفحات همگرا که اینجا کامل بیان کردیم. پس همین چند مدل گسل رو ما داریم. گسل ها رو شما بشناسید، اینکه به چه علتی به وجود میان و اینکه چه جوری انرژی آزاد کردن. توی این فصل همونطوری که تونستینم حدس بزنی، کلا داریم در مورد گسل صحبت میکنیم و فعالیت های گسلش و فعالیت های آزاد شدن انرژی در زلزله که مطالب بیسیکی هستش که باید حتما بهش پرداخته بشه. حالا یه مدل دیگه گسل ما داریم، گسل های لغزش جانبی یا امتداد لغز یا استرایک اسلیپ فال، که استرایک اسلیپ همون شیب هایی هستش که گسل میتونه داشته باشه. توی شکل شما میتونید ببینید گسل های مختلف میتونن شکل لغزشی و زاویه های لغزشی مختلفی داشته باشن که ما به دایره میتونیم اونا رو نشون بدیم که بیشتر توی تحلیل کینماتیک بهش پرداخته میشه، تحلیل لغزش بلوک. حرکت در طول یک صفحه گسل تقریبا قائم به صورت لغزش جانبی صورت میگیره. خب اگه قائم باشه میتونیم بگیم که به صورت لغزش جانبی دو تا صفحه لیتوسفری کنار هم میلرزه. حرکت این گسل ها میتواند به راستگرد یا چپگرد باشه. حرکت به سمت راست یعنی اینکه اگر شخصی روی هر طرف این گسل قرار بگیرد و رو به گسل نگاه کند، حرکت طرف مقابل همیشه به سمت راست او باشد و برعکس. گسل ها به صورت راستگرد یا چپگرد میتونن
حرکت بکنن. اونطور که اینجا داری میبینی یه نورمال فالته که میتونیم بگیم انگار از هم دارن فاصله میگیرن، ریورس فالته یا گسل مه، گفتیم که از فشرده شدنشون نسبت به همه، چون گسل به این صورت هستش در امتداد همدیگه به این صورت میلغزن و از هم بخوام فاصله بگیرن به این صورت باید لغزش داشته باشن. گسل های لغزشی جانبی هن. به این صورتن که گفتیم از همون گسل های لغزشی هستن که صفحه گسل قائمه و شیبی نداره، شیب با زاویه 90 درجه و شیب بی نهایت داره. این گسل ها فقط میتونن لغزش در امتداد همدیگه داشته باشن و همطوری که میبینی اگه شما تو هر طرف گسل وایسی و اون یکی سفر رو شما مشاهده بکنی میبینید که داره به سمت راستتون حرکت میکنه، اگه شما اون طرف وایسی یکی گسل هم داره به سمت راست حرکت میکنه و به صورت راستگرد و چپگرد دارن نسبت هم حرکت میکنن با توجه نیروهای تکتونیکی زمین اتفاق میفته. خب اینجا میتونیم نقشه گسل های ایران رو ببینیم. میبینید که تو این ناحیه و ناحیه های شمالی تمرکز گسل ما داریم، در رشته کوههای زاگرس باز همینطور ما تمرکز گسل میتونیم داشته باشیم، در ناحیه های شرقی ایران باز تمرکز داریم، خطای گسلی ما اینطور میتونیم ببینیم. نقشه هوایی هستش که از گسل ها در کشور ایران تهیه شده که گفتیم خیلی از گسل ها سطح ندارن، ما میتونیم از طریق نقشه های هوایی این گسل ها رو داخل زمین شناسایی بکنیم. امواج زلزله کلیتش این هستش که ما در زلزله چیزی که به عنوان مهندس برای مهمه امواج هستن و انتشار امواج. امواج در واقع همون انرژی های آزاد شده هم میتونیم ازش نام ببریم. انرژی آزاد شده از کانون زلزله به صورت موج های مختلف منتشر می شود. دو نوع موج از کانون زلزله منتشر می شود، موج حجمی یا بادی وی و موج سطحی یا سرفس وی. این دو موج موج هایی هستن که خیلی اهمیت دارن و این دو موجن که در هنگام زلزله آزاد می شود. امواج حجمی در داخل حجم و جسم صخره ها منتشر میشه. پس امواج بعدی ما موج حجمیه که در داخل سنگ ها و صخره ها منتشر میشه که در ناحیه گسلش هستن، اما حرکت امواج سطحی محدود به مجاورت سطح زمین است و تغییر مکان های ناشی از آنها با زیاد شدن فاصله از سطح زمین به تدریج کاهش پیدا میکنند. سرعت امواج سطحی کنتر از امواج حجمیه. پس اگه در ناحیه‌ای که کانون زلزله یک انرژی آزاد بشه و ما روی سطح زمین لرزنگار و یک لرز سنج بذاریم، اولین حرکتی که به زمین میرسه و اولین برهم زدگی که به سطح زمین میرسه موج پیه یا موج بادی ویو. به علت همین یا موج میتونیم بگیم موج بادی ویو، میتونیم بگیم پرایمری ویو یا موج پی در مهندسی بیشتر ازش نام میبرن. ما میتونیم بگیم موج پی سرعتش بیشتره همونطور که اینجا گفتیم و امواج سطحی یا سرفس ویو یا موج اس سرعت کمتری داره، برای همین موج پی زودتر به سطح زمین میرسه. ما میتونیم با یه لرزنگار اولین برهم زدگی رو بگیم که موج پی و بعد از اون برهم زدگی که میرسه رو میتونیم بگیم موج اس هستش. ولی در زلزله کلا دوستان اینو باید بدونیم که موج اس